هشدار آمریکا در مورد حمایت چین از روسیه در مقابل اوکراین و تهدید به اقدامات بیشتر علیه چین. آمریکا روز چهارشنبه 3 فروردین به چین در مورد ادامه کمک به روسیه در تجاوز به اوکراین هشدار داد و گفت آماده است در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام دهد. در ایتالیا وزرای خارجه گروه 7 کشور صنعتی بزرگ جهان گرد هم آمدند تا بر حمایت خود از دفاع از اوکراین تاکید کنند. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی در واشنگتن به خبرنگاران گفت: معتقدیم چین از جنگ روسیه حمایت می‌کند و این کار را از طریق کمک به افزایش تولیدات دفاعی این کشور انجام می‌دهد. پاتل گفت که حمایت چین به تداوم جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌کند و این موضوع را تهدیدی مهم برای امنیت اروپا دانست. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده شرکت‌های مربوطه در چین را تحریم کرده است و آماده است تا در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا این هفته در کاپری ایتالیا با وزرای خارجه سایر کشورهای گروه 7 و همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند و مسائلی چون حمایت از اوکراین و بحران در خاورمیانه از جمله موضوعات مهمی است که به بحث خواهند گذاشت. آقای بلینکن سپس به چین خواهد رفت و انتظار می‌رود نگرانی‌های واشنگتن در مورد حمایت چین از صنایع دفاعی روسیه را با مقامات چینی مطرح کند. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 با همتای ایتالیاییش تفاهم‌نامه‌ای را برای مقابله با دستکاری اطلاعات توسط سایر کشورها امضا کرد. آقای بلینکن گفت که دو کشور در تمامی موضوعات مهم از جمله کمک به اوکراین برای دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه، بحران خاورمیانه و رویکردهایی که در مورد چالش‌های چین وجود دارد همکاری خواهند کرد. ماو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری گفت: چین صادرات کالاهایی با کاربرد دوگانه را مطابق با قوانین و مقررات پیش می‌برد و کشورهای مربوطه نباید روابط عادی میان چین و روسیه را لکه‌دار کنند و به حقوق و منافع مشروع چین و شرکت‌های چینی آسیب برسانند. پس از سفر هفته گذشته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به پکن، مقامات چینی گفتند که به حمایت از روسیه در توسعه و احیا ادامه خواهد داد. همزمان در واشنگتن جینا ریموندو وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا با نخست وزیر اوکراین دیدار کرد و هماهنگی دو کشور برای کنترل صادرات و محدود کردن فروش فناوری‌های پیشرفته به روسیه را به بحث گذاشت. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید رهبران مالی کشورهای گروه 7 در حال مذاکره و تنظیم طرحی برای باز کردن دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین در کوتاه مدت هستند.